سلام، اومدیم با یه ویدیوی دیگه برای آموزش جدید، یعنی دوره جدید آموزش گیتار. تو این ویدیو میخوام در مورد دست چپ و نقش اون در نوازندگی با هم دیگه صحبت کنیم. پس این ویدیو رو تا آخر ببینید، لطفا لایک و سابسکرایب کامنت گیتون نره، لطف کنید سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید که ویدیوهای آموزشی بعدی که در قالب آموزش تئوری موسیقی، آموزش سازدهنی ترمولا و ده سوراخ دیاتونی و سازدهنی کروماتیک روانشناسی موسیقی و آموزش گیتار هست، ویدیوهایی که میذاریم براتون بیاد. ممنونم. همونطور که توی ویدیوهای قبلی صحبت کردیم، توی گیتار ما 6 تا سیم داریم که این 6 تا سیم به وسیله 6 تا گوشی کوک میشن، که این گوشی ها رو حالا من توی ویدیو کاملا توضیح میدم بهتون، کوک کردن گیتار و خاصیت این گوشی ها. ولی این گوشی ها از پایین شمرده میشن به این شکلی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، که 6 تا سیم ما از بالا به پایین به سمت بم به زیر هستن و از پایین به بالا به سمت زیر به بم هستن. این 6 تا سیم روی شیطونک و خرک قرار گرفتن. صدای پرنده هم میاد و اینجا من جایی هستم که پرنده های خیلی بالی اینجا هستن و میخونم برای اونو عشق میکنیم. بعد این 6 تا دونه سیم روی شیطونک و خرک قرار میگیرن که باعث میشه این سیم ها از روی دسته گیتار کمی فاصله بگیرن، اگر دقت کنید اینجا رو. و شما وقتی که میخواین گیتار بزنید، وقتی انگشتتون رو فشار میدین، این سیم ها توی این قسمت هایی که همونطور که توی جلسه قبل گفتم اسمشون فرت هست، فشار داده میشن و به سمت پایین میرن و این باعث میشه که این نوت صدا بده. یعنی شما به نسبت اینکه کدوم نوت رو میگیریم و کجا اون رو فشار میدین، یعنی تو کدوم یکی از این فرت ها اون نوت رو فشار میدین، صدای فلان نوت مثلا ایجاد میشه، که حالا در موردش کاملا بعدا صحبت میکنیم، یعنی اسامی نوت ها و شکلشون و این داستانی که داره. و این فرت ها باعث میشن که هر چقدر شما به سمت پایین تر بیارین، اگه دقت کنید فرت هامون کوچیکتر میشن همش و اسامی نوت ها هم تغییر میکنه، چون هرچی که به سمت جایی که صدای نوت ها ایجاد میشن میرسیم، نوت ها زیرتر میشن، مثل اینجا که صدا خیلی بم هست یا اینجا صدا بمتر هست، ولی اینجا رو اگر دقت کنین صدا زیرتر میشه و این بم و زیر بودنه توی صدا باعث این میشه که شما نوت های مختلف رو ایجاد بکنید. و همونطور که میبینید یک نوازنده دستش رو توی گیتار به قول معروف به جاهای مختلفی میبره و این باعث میشه که صداهای مختلفی رو ایجاد بکنه. ما امروز میخواییم در مورد دست چپ در گیتار صحبت بکنیم. همونطور که همتون میدونید، برای زدن گیتار ما به دوتا دست احتیاج داریم و این دوتا دست خیلی مهمن که تو چه حالتی توی زمان گیتار زدن باشن. ما امروز میخواییم در مورد دست چپ صحبت بکنیم که یکی از مهمترین قسمت ها در نوازندگی گیتاره، یعنی اینکه شما بدونید دست چپتون به چه شکلی قرار بگیره و حالا فرم شست، فرم انگشتان به چه شکلی باشه، میتونه یک صدای خوب یا صدای بد رو توی گیتار برای شما به وجود بیاره. و دست چپ یکی از مهمترین قسمت ها در گیتار زدنه که خیلی مهمه که با امکاناتی که داره و اتفاقاتی که میتونه به وجود بیاره آشنا بشید. اولین مسئله که در مورد دست چپ وجود داره اینه که ببینید کلن، حالا این قضیه مشترک توی هر دوتا دست، مسئله مهم اینه که دستتون در راحت ترین حالت ممکن باشه. فرض کنید داری با کسی صحبت میکنید، دقت کنید دستتون یه قوسی داره، انگشتا به این شکل هست و مثلا صحبت میکنید و دستتون تکون میدید. این حالتی که توی دست وجود داره باعث این میشه که شما بهترین حالت رو داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی در حالت عادی شما دستتون یه حالت عادی داره و شما همون حالت عادی رو احتیاج دارید برای گیتار زدن. به چه شکلی؟ به این شکل که ببینید، فرض کنید دستتون باید به این شکل باشه. اولا که شستتون مثل لاک دادن صاف صاف پشت دسته گیتار قرار میگیره. ما این دسته گیتار که اینجا قرار داره، اگه پشتش دقت کنید، یه حالت اینجا یه قوس داره، اینجا هم یه قوس داره، این یه قسمت حدود اندازه دو بند انگشت صاف میشه،
تقریبا شست شما دقیقا باید اینجا قرار بگیره، این قسمت. خب دقیقا صاف باشه به این شکل، این شکل یا این شکل که معمولا بچه ها میذارن، یعنی انگوشتون میشکنن، اصلا و ابدا و به هیچ وجه نباشه. یعنی شستتون رو به هیچ وجه نمیشکنی، شست باید صاف صاف باشه وقتی پشت دست گیتار قرار میگیره به این شکل. چرا؟ چون تمام وزن دست چپتون میفته روی شستتون، یعنی این استخون که اینجا هست و این قسمت و این پفکی انگشتی که زیر انگشت شستتون قرار داره. خب حالا شما اگر که به این شکل شستتون رو قرار بدین، تمام فشار دستتون میاد روی این قسمت بند اول انگشت، طبیعتا دستتون درد میگیره. حتما با این مواجه شدین وقتی گیتار میزنین، میبینین که دستتون درد میگیره به خاطر این جایگاه یا اشتباه بودن دست چپه. دست چپ و انگشت شست خیلی مهمه که در جای درست خودش قرار بگیره و به شکل درست خودش قرار بگیره، چون شما در این صورت میتونید اینو خیلی راحت حرکت بدین و پشت دست گیتار مثل لایک، مثل انگشت شستی که کاملا صاف هست، پشت دست گیتار حرکتش بدین و به این شکل شما خیلی راحت میتونید از دست چپتون استفاده بکنید. پس انگشت شست رو خیلی صاف به راحتی مثل لایک خیلی صاف قرار بدین پشت دست گیتار. درست ترش اینه که البته شما اینو ممکنه توی نوازنده‌های خیلی حرفه‌ای ببینید، حالا فعلا نباید خودتون رو با اونا مقایسه بکنید. انگشتاتون بهتر از اینه که بهترش اینه که وقتی شست رو به صورت لایک و صاف کاملا پشت دست قرار دادین، از جلو کسی که دست گیتار شما و نوازندگی شما رو می‌بینه شستتون رو نبینه از این بالا. یعنی ما همچی چیزی نباید داشته باشیم. اصولا بچه‌ها اوایل فکر می‌کنن اگه شستشون رو نذارن بالا دست می‌افته، در صورتی که شست وقتی همین پشت قرار بگیره، این استحکاکی که بین انگشت و دسته گیتار ایجاد میشه باعث میشه که شست در جای درست خودش قرار بگیره و هیچ مشکلی هم براش پیش نیاد. نگاه کنید به این صورت، نیاز نیست حتما انگشتتون رو مثل قلاب بندازیم رو دسته گیتار، فقط همینجا باشه کافیه. مسئله بعدی به قول معروف قوس دادن به انگشتاست، که این بندای اول دوم انگشتتون رو باید بشکنید به این صورت که دقیقا مثل پنجول بشه. یعنی پنجول که به این شکل ببینید اینجوری شستتون هم صاف، یعنی کل دقیقا درست بودن دست چپ اینجوریه، هرچند که خب این قسمت چیز هم صاف قرار میگیره ولی کلیتش اینه. و این دست گیتار به قول معروف میره داخل اینجا، شستتون صاف و انگشتتون بشه. خب حالا یه مسئله بعدی وجود داره، اونم اینه که کف دستتون به هیچ وجه به دسته گیتار نچسبه، چون نمیذاره حرکت کنه و شستتون هم طبیعتا میاره بالا. به این صورت که ببینید شست اینجا باشه و اینا اینجا، اگه دقت کنید یک فضای خالی اینجا بین کف دست من دسته گیتار هست که قشنگ مشخصه و شما میتونید انگشتاتون رو حرکت بدین بدون اینکه، بعد نگاه کنید شست من کجاست، شست اینجا قرار میگیره و اینا اینجا حرکت میکنه، کف دست هم نچسبیده زیر دست گیتار. پس مسئله اول این که شستمون ثابت باشه، و ثابت که یعنی به صورت لایک صاف باشه، کف دستمون نچسبه زیر دست گیتار. و مسئله مهم بعدی که خیلی مهمه اینه که انگشتامون به صورت این شکل، یعنی به این صورته که جلوش خمیده باشه انجام میشه. چرا ما اینو میگیم؟ چون ببینید توی گیتار من الان بخوام بهتون نشون بدم نوک انگشتام که این کجا علامتش میمونه، ببینید اگه دقت کنید میبینید علامت سیم ها کجای انگشت من قرار گرفته. به خاطر چی اینو بهتون نشون دادم؟ به خاطر اینکه اصولا بچه ها وقتی گیتار میزنن با اینجا گیتار میزنن، یعنی انگشتشون رو اینجوری به این شکل میذارن و با اینجا، یعنی این قسمت دستشون میمونه روی سیم ها، که این کاملا اشتباهه، چون این قسمت دست نمیتونه فشار درستی روی سیم ها بیاره و به خاطر همون صدای گیتار شما به هیچ وجه اون صدای خوبی که شما بخواین نیست. مهمترین قضیه اینه که شما با این نوک انگشت که بهش میگن نرمه گوشت گیتار بزنید، یعنی این نوک انگشت شما، و به خاطر همینه که انگشتونو میگم اینجوری کنید، وقتی اینجوری میکنید اگر این سیم باشه
این قسمت روی سیم قرار میگیره و بهترین صدای ممکن ایجاد کنه. چرا؟ چون شستتون همی پشت قرار گرفته، فشاری که اینجا میاد اینجا اینا همش باعث میشه میاد نوک انگشتتون و نوک انگشتتون دقیق روی اون سیم و جای درست خودش قرار میگیره و این باعث میشه که اون صدایی که ما میخوایم ایجاد بشه. حالا اگر انگشتمون رو به این شکل بذاریم، یعنی به جای این که مثلا این شکلی بذاریم این شکلی بذاریم، یعنی با این قسمت بزنیم، هر چقدر که شما فشار بدین صدای خوب از گیتارمون در نمیاد متاسفانه. چرا؟ چون اون صدایی که ما لازم داریم باید از این قسمتی که بهش میگن نرمه گوش، یعنی نوک گوشت دست، از اینجا به وجود بیاد. پس برای دست چپ شستتون رو به این شکل میذارید، کف دستتون نمیچسبه زیر دست گیتار و انگشتانتون به شکلی قرار میگیره که نوک انگشت هاتون قشنگ دقیقاً نوک انگشت این قسمت حواستون باشه این قسمت ما با اینجا گیتار نمیزنیم، چون اینجا استخون داره، اینجا نرمه، با گوشت، یعنی داریم ناخون با گوشت داریم ناخون میزنیم، با گوشت داریم سیما رو میگیریم و این نرمی گوشته میره داخل صدای سیم ها و صدای سیم ها رو جذاب و تمیز و خیلی خوشگل‌تر میکنه. به این شکل با این نوک انگشتمون باید سیم های گیتار رو بزنیم. به این تمرین میام که الان انجام دادم، یعنی دونه دونه نوت ها رو پشت سر هم دیگه زدم، میگن وارم اپ، یعنی راه افتادن انگشت های دست، که وقتی شما اینا رو پشت سر هم دیگه میزنی باعث میشه که انگشتاتون را بیفته. حالا اینو من توی تمرین جدا حتما در حال وارم اپ بهتون یاد میدم و روی دست راست میریم، دست راست رو با هم دیگه یاد میگیریم و حالا شکل مختلف. پس توی دست چپ شستتون صاف قرار میگیره، کف دستتون به دست گیتار نمیچسبه، انگشتان دست راستتون، دست چپتون عذر میخوام، دست چپتون باید به این شکل باشه، نوک انگشتان دست حتما این قسمت نرمه گوش باید روی سیم‌های گیتار قرار بگیره و اگر شما به غیر از این فرم به فرم دیگه‌ای دستتون عادت بکنه همیشه با دست چپتون مشکل دارید، همیشه این دست چپ برای شما مشکل ساز میشه و مهمتر از همه اینه که از زیبایی صدایی که توی گیتار باید داشته باشین کم میشه. حالا توی قسمت دست راست دقیقا همین شکل رو وقتی شما درست انجام بدین و درست قرار بگیره توی دست راستتون، وقتی اون رو هم درست که حالا میگم حتما بهتون فرم شست، فرم دست و انگشتان دست راست که حالت درستی باید داشته باشه و سیم ها رو به شکل درستی بزنه و این کمی جلوتر باشه، این رو حالا براتون توی قالب ویدیو کاملا توضیح میدم. توی دست چپ هم وقتی که اینها درست قرار بگیره دیگه خوش صدا ترین جای گیتار همینجاست، یعنی قرار گرفتن درست دست چپ و راست. توی دست چپ شست به صورت لایک و این قسمتی که گفتیم، انگشتاتون در این حالت خیلی راحت میتونه حرکت بکنه، دردی که توی دستتون شاید اوایل ایجاد میشه خیلی کمتره دیگه، دستتون درد نمیگیره. یعنی که از حالتهایی که توی بچه‌ای که گیتار میزنن اصولا با این مشکل روبرو میشن که میگن دستمون درد میگیره و اینا، یکی از مسائلش دقیقاً همین مسئله است، یعنی به خاطر قرار ندادن درست دست چپ و راسته که باعث میشه شما دستاتون یک کوچولو درد بگیره و وگرنه اینجوری دیگه شما دستتون هم حتی درد نمیگیره. امروز ما در مورد دست چپ صحبت کردیم، توی جلسات بعد در مورد قسمت‌های دیگه از گیتار و شکل‌های دیگه از گیتار با هم صحبت می‌کنیم که دستتون بتونه قشنگ راه بیفته و اشاره گیتار پله پله با هم دیگه بریم بالا. لایک و سابسکرایب کامنت لطفاً یادتون نره، حتما سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که ویدیوهایی که میذاریم تو قالب تئوری موسیقی، سازدهنی ترمولو، سازدهنی دیاتونیک، سازدهنی کروماتیک، گیتار و روانشناسی موسیقی براتون بیاد که بتونید ببینید و ان شاءالله امیدوارم که بتونه بهتون کمک بکنه و بتونید موسیقی رو با این ویدیوها یاد بگیرید. موفق